همونجور هم پیش بینی میشد بله. خب تو کشور ما ورود پیدا کرده، البته فعلا ما دو موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده، تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رای ژنتیک که اگر نهایی شده قطعا به اطلاع مردم خواهیم رسوند. ویروس کرونا به ایران رسید، دو نفر جانشان را از دست دادند و بی بی سی دریافت که 25 نفر مشکوک به ابتلا در بیمارستانی در قم بستری شدند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم ایران چقدر آماده مقابله با کرونا است. از یک ویروس شناس هم خواهیم پرسید چقدر با تولید واکسن کرونا فاصله داریم. همچنین در برنامه امشب واکنش معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به نتیجه بحث برانگیز انتخابات. عبدالرشید دوستم از حامیانش خواست از عبدالله حمایت کند. گزارش ها از کم رغبتی رأی دهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس ایران. آیا تحریم انتخابات تغییری در رفتار حکومت ایجاد می کند؟ با یک طرفدار تحریم و یک موافق مشارکت گفتگو خواهیم کرد. و ایران در خطر بازگشت به لیست سیاه FATF. اصولگرایان می گویند مشکلی نیست، دولت می گوید خطرناک است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بالاخره شایعات درباره ورود ویروس کرونا به ایران تایید شد. البته اعلام این خبر همراه شد با مرگ دو نفر در قم که حالا مقام‌های وزارت بهداشت تایید کردند به ویروس کرونا مبتلا بودند. اولین قربانیان تایید شده این ویروس جدید در خاورمیانه. بی بی سی فارسی همچنین دریافت حدود 25 نفر که مشکوک به ابتلا به این ویروس هستند در بیمارستان کامکار قم تحت مراقبتند. ایران چقدر برای رویارویی با شیوع ویروس آمادگی دارد؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مریم افشنگ. مرگ دو نفر در قم در اثر ابتلا به ویروس کرونا. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تایید این خبر گفت: ما شاهد یک پیک بیماری های تنفسی ظرف 3-4 روز اخیر بودیم و در بررسی های صورت گرفته دو مورد منجر به فوت شد. در آزمایش های اولیه مشخص شد که این دو نفر از نظر کرونا مثبت هستند، ولی هنوز نتیجه تست های ژنتیک اعلام نشده است. این در حالی است که در ساعات اولیه امروز معاون وزیر بهداشت از ابتلای دو نفر در قم به کرونا خبر داد و نه مرگ آنها. و همونجور هم پیش بینی میشد. بله. خب تو کشور ما ورود پیدا کرده، البته فعلا ما دو موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده، تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رای ژنتیک که اگر نهایی شده قطعا به اطلاع مردم خواهیم رسوند. حالا مشخص نیست که دقیقاً چند نفر در قم به ویروس کرونا مبتلا هستند و آیا دو نفری که جان خود را از دست داده اند همان دو نفر مورد اشاره معاون وزیر بهداشت ایران هستند یا نه. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم در توییتر و در پاسخ به کامنتی که خواستار حقیقت شده بود نوشت که هر گونه ابتلا به این ویروس را صادقانه و فوراً به مردم اعلام خواهد کرد. ادعایی که خیلی ها نمیتوانند به راحتی باور کنند، چرا که حوادث ماهای گذشته اعتماد به مسئولان ایران را خدشه‌دار کرده. منابعی هم به بی بی سی فارسی گفتند که حدود 25 نفر مشکوک به ویروس کرونا در بیمارستان کامکار قم بستری هستند. این هم تصویری است که قم نیوز از انتقال یکی از بیماران مبتلا به کرونا منتشر کرده. اما ایران تنها کشوری نیست که با بحران کرونا مواجه شده. این روزها اکثر مردم جهان نگران ویروس کرونا هستند. بیش از 70 هزار نفر در جهان مبتلا به این ویروس هستند. علائم ویروس کرونا ابتدا با تب و سرفه خشک شروع و بعد از یک هفته با تنگی نفس همراه می شود. سردرد، دردهای عضلانی و احساس خستگی هم از دیگر علائم این بیماری است. اما ویروس کرونا چقدر کشنده است؟ آخرین آمار نشان می دهد که از هر 100 نفر یک نفر جانش را از دست می دهد. راه‌هایی هم برای جلوگیری از ابتلا به کرونا وجود دارد. اولین چیزی که پزشکان و متخصصان برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا توصیه می‌کنند، شستن صحیح دست‌هاست.
اما چطوری؟ کف دست ها، لای انگشت ها، لای ناخون ها، شست و پشت دست. اگر کسی سرفه یا عطسه می کند، از او فاصله بگیرید. ویروس از طریق سرفه و عطسه گسترش پیدا می کند. درباره استفاده از ماسک هم اکثر متخصصان معتقدند زدن ماسک کمک زیادی به این ماجرا نخواهد کرد. ماسک قطعاً به کسانی کمک میکنه که مبتلا به ویروس کرونا هستند، چون مانع پخش ویروس میشه. پس نکته مهم اینه، اگر عطسه یا سرفه میکنید حتماً از دستمال جلوی دهنتون استفاده کنید و اگر دستمال ندارید از آرنج استفاده کنید. به چه شکل؟ بیماری کرونا یکی از بحران‌های جدی این روزها برای کشورهایی است که با آن درگیرند. به ویژه چین که اگر بیماری در آن همه گیر شود، می‌تواند سلامت مردم را در همه جهان به خطر بیاندازد. مریم افشنگ، بی بی سی. دکتر بابک قرایی مقدم، پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب از تهران با ما هست. آقای قرایی مقدم، چقدر سیستم در واقع بهداشت و درمان ایران به نظرتون آمادگی داره برای مقابله با این ویروس؟ سلام عرض شد. ببینید، در استانهای مختلف و در مراکز در شهرهای بزرگ مراکز خاصی برای مراقبت از بیماران احتمالی که دچار این مسئله بشن مشخص شده و این مراکز تجهیز شدن برای این کار. این کار بسیار به نظر من مفید هستش، این آگاهی مردم که بدونن که همونطور که الان تو گزارشتون ذکر شد که از انتشار این قضیه جلوگیری بشه، راه‌هایی که دست شستن مداوم در طول روز، اگر حالتهای سرماخوردگی دارن خونه بیرون نرن برای اینکه به کسای دیگه منتقل نشه، به خصوص افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارن، بیماری های خاصی دارن که سیستم ایمنیشون رو درگیر سریع‌تر میکنه، اینها باید خیلی مراقب باشن. ولی الان تمهیدات لازم به نظر میرسه که در مراکز استانها و در شهرهای بزرگ برای این قضیه انجام شده. الان در حال حاضر در قم مثلا بیمارستان کامکار رو که ظاهراً 200 تخت داره قرنطینه کردند و اختصاص دادن به این بیماری و بیمارانی که مشکوک هستند، و در حال حاضر اونطور که بی بی سی دریافته 25 نفر در اونجا مشکوک و به مبتلا به ویروس کرونا نگهداری میشن. آیا فکر میکنید این تعداد بیشتر خواهد شد و فکر میکنید که این بیمارستان به تنهایی کافی خواهد بود؟ ببینید، این که بیمارستان به تنهایی کافی خواهد به نظر میرسه بله، چون به هر حال ما شهر قم که فقط محلی نیستش که مثلا بخواد چنین مشکلاتی باشه، در شهرهای دیگه هم مریض ممکنه به وجود پیدا بشه. ولی این مسئله یه مقداری جای تعجب داره، به دلیل اینکه دو مورد صبح اعلام شده که معاون وزیر اعلام کردن که دو مورد که ویروس کرونا داشتن تایید شده و بعد عصری اعلام میشه که دو مورد کشیم، دو مورد فوت کردن. چون به هر ترتیب ما کسانی که دچار این بیماری، یعنی حالا این نوع ویروس جدید کرونا که بهش کووید، الان کووید 19 گفته میشه، اونم اختصاری همین کرونا وایروس دیزیز 2019 هستش، این الان به مرگ و میره 100%. که یعنی دو مورد که اتفاق افتاده، عجیبه که دو موردش فوت کرده باشن، چون همونطوری که حالا تو گزارششون اعلام شد درصد زیادی از اون مریض ها یک حالت سرماخوردگی معمولی گرفته میشه و علائمی که شدید باشه که مثل حالت سارس قدیم رو، یعنی سارس اون چند سال قبل رو بگیریم، سندروم حاد تنفسی برای
در اثر این ویروس ایجاد بشه یک درصد پایینی هست. بنابراین این که دو مورد اعلام شده که تایید میشه صبح و بعد عصر اعلام میشه که دو مورد این دو مورد فوت کردن، این یه مقداری جای شبهه و جای سوال داره. این که حالا 25 اینا موارد مشکوک رو هر موردی که به هر حال دچار علائم شدید تنفسی بشن، علائم سرماخوردگی بشن که دچار علائم تنفسی شدید بشه، حتما به بیمارستان هایی که به هر حال خاص الان برای این قضیه درست کردن منتقل میکنن. ولی این مسئله باید مطرح بشه که اولا این دو مورد اینها چجوری بوده، از کجا اونها آیا عبور و مروری با کشور چین و با اون منطقه ووهان داشتن که از اون طریق منتقل شده، چون به هر حال مواردی که در خارج چین بوده موارد محدودی هست و به خصوص مرگ و میر در اثر ویروس همین کووید 19 که در خارج از چین اتفاق افتاده محدود کرد. بنابراین این که دو مورد و همینطور که شما گفتید احتمالاً نمیشه که به ناگهان دو نفر رو امروز متوجه بشن که این ویروس رو گرفتن و بعد از ظهر هم اونها فوت بکنند. به احتمال بسیار زیاد اونها چندین هفته حامل این ویروس بودند. این که بله خب این که حامل ویروس باشه به هر حال این که شکی نداره، ولی این که تشخیص به هر حال اینا تشخیص ژنتیکی داره، چون به هر حال ما این که کرونا ویروس مثلا عامل یک بیماری باشه، خب ما کرونا ویروس یکی از گفتم توی صحبت قبلی چند روز پیش یکی از ویروس های شایع هستش در عامل که به عنوان عامل سرماخوردگی، یعنی دومین عامل شایع سرماخوردگی در جهانه. ولی این ویروس کووید 19 که این ویروس کرونای خاصی هست، این خب برای آزمایشات ژنتیک و اینها اعلام کردن که امروز صبح این مشخص شده از با این آزمایش ها که اینها دچار این نوع ویروس کرونا بودن. و بعد از اینکه اعلام بشه که دو نفر فوت کردن، این یه مقداری باید به توضیحات کامل تری داده بشه که نگرانی مردم مشخص شد، ولی نگرانی مردم رفت بشه. ولی این مسئله که مردم چه کار باید بکنن، به طور قطع باید داستان رو جدی بگیرن، باید از دست دادن روبوسی های اضافی که بالاخره تو فرهنگ ما وجود داره، به خصوص با افراد مسن و با افرادی که از لحاظ سیستم ایمنی ضعیف هستن و میتونه این سرماخوردگی که حتی اون شخص ممکنه یک شخصی که علاوه بر حال جوانی هست این نو ویروس رو داشته باشه و بعد وقتی به اون شخص دیگه منتقل میشه، میتونه باعث خطرات و اون علائم شدید بیماری بشه. بنابراین باید از این کارها پرهیز بکنن. و ممنونم، ببخشید وقت بیشتری نداریم. دکتر بابک قرایی پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب از تهران با ما. اما با ما جورج لومانوسوف هست، ویروسشناس از شهر نوریچ بریتانیا به ما پیوسته. آقای لومانوسوف، شما ویروسشناس هستید، این ویروس رو بررسی کردید، کمی به ما بگید که چرا این ویروس انقدر سخت شده، چرا این ویروس در مقایسه با ویروس های دیگری که آنفلانزا ایجاد می کنن انقدر مقابله باش مشکل شده؟ Well, I mean, one of the problems of viruses like this emerging coronavirus. یکی از دلایل مشکل بودن مقابله با این ویروس این هست که این ویروس از حیوانات میاد، مثلا از خفاش ها، و تکامل یافته به مرحله که بتونه آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین حتی اگر شما واکسنی هم داشته باشین که بر ضد این ویروس باشه، باز امکان نداره بتونین کاملا از صحنه روزگار محوش بکنین، برای اینکه نمیتونین همه حیوانات رو واکسینه کنید. و فکر میکنید چقدر ما فاصله داریم تا به وجود آمدن یک واکسنی برای کرونا؟ Well, yeah, okay. I mean, so
بله، خیلی الان همین الان داره روی این قضیه تلاش میشه بتونیم به راه‌های مختلف، به رویکردهای مختلف نگاه بکنیم که بتونیم این ویروس رو اول به درستی بشناسیم و بعد بتونیم اونو غیر فعال بکنیم و از اون طریق یک واکسن رو به وجود بیاریم. و کاری که هر سال برای بحث آنفلانزا انجام میدن، یا اینکه میشه از یک برخورد ترکیبی استفاده کرد. مثلا شما میتونین اون بخش‌هایی از ویروس رو شناسایی بکنید که میتونه دستگاه مسئولیت بدن رو به کار بندازه و بعد این هم به عنوان یک راه برخورد در نظر گرفته میشه، مثل خیلی از ویروس‌هایی که با استفاده از فناوری تکنولوژی مقدور هست. بنابراین بحث این هستش تا اونجایی که ممکنه راجع به خود این ویروس یاد بگیریم و ببینیم چه جوری با سیستم ایمنی بدن تعامل میکنه و بعد اون قسمت‌هایی رو ما سعی کنیم رشد و پرورش بدیم که باعث عفونت نمیشن ولی دستگاه ایمنی رو هم به کار میندازن. در مورد ویروس‌هایی مثل ابولا و سارس که در چند دهه اخیر هم بشر باهاش درگیر بوده، به نظر میرسه که سازمان‌های بهداشتی جهانی موفق شدند کم و بیش از شیوعش جلوگیری بکنند. ولی در مورد این ویروس خاص فکر می‌کنید موفقیت برای مهار اون به همون اندازه اون ویروس‌های قبلی میشه پیش بینی کرد؟ بله، ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که در بحث ویروس کرونا وجود داره اینه که این ویروس میتونه در هوا فعال باشه. این از این لحاظ با ابولا فرق داره. بله، ابولا بسیار مرگبارتر و کشنده‌تر بود و اگه انسان دچار ابولا بشه خیلی براش خطرناک هستش و میزان مرگ و میر در آفریقا به واسطه ابولا 70% بود، ولی فقط از راه تبادل مایعات بین آدم‌ها امکان پذیر می بود. بنابراین خیلی آسون بود که بشه اون رو در یک نقطه خاص ایزوله و منزوی کرد و از بین برد. اما در مورد ویروس کرونا اینه که شما با نفس کشیدن، با دم و بازدم خودتون میتونین عامل شیوع ویروس باشین. بنابراین حتی با یک فاصله هم میتونید ویروس رو به یکی دیگه منتقل بکنید. الان فکر کنم اون فاصله حدود 2 متر هست. از 2 متر میتونین منتقل بکنین ویروس رو. برای همین مهارش از این لحاظ سخت‌تر هست. مشکل دیگه هم این هستش که شما این ویروس به فاصله مدت زیادی امکان داره که دوچارش بشین ولی خودتون نفهمین. امکان داره احساس سلامتی بکنین، با آدم‌های مختلف هم تعامل و برخورد داشته باشین ولی ندونید که مبتلا هستین و خودتون به عنوان یک عامل پخشش دارین عمل میکنید. ما بسیار راجع به این 14 روز، اون دوره 14 روزه شنیدیم. آیا همون 14 روز هست که این ویروس میتونه زنده بمونه؟ بله، این اتفاقی است که میفته اگر شما دچار ابتلا به ویروس کرونا بشید. حدود یعنی میگم پیش بینی میشه، کاملا دقیق نمیشه گفت، اما حدس میزنیم که بله 14 روز طول میکشه که اگر شما تو این 14 روز دچار عوارض کرونا نشدید میتونید با خیال راحت بگین که من الان کرونا رو ندارم و نمیتونم رو شیوع بدم. برای همین این 14 روز از اونجا میاد. اگه شما فکر میکنید که احتمال داره که ویروس رو گرفته باشین، حتی اگه عوارضش رو نمیبینید، برای همین خوب هست که شما رو 14 روز در قرنطینه نگه دارن، هرچند امکان داره به شما باعث زحمتتون بشه. ولی بعد از 2 هفته بله، اگر عوارضش رو نشون ندید میشه کمابیش با قطعیت گفت که شما این ویروس رو ندارید و دیگه نمیتونید اشاعش بدید. و زدن ماسک آیا جلوگیری میکنه از انتشارش؟ بحث مفصلی هستش در برای اینکه چقدر ماسک ها مؤثر هستن. بله، اون شرایطی که میبینید توی خیلی از تأسیسات بهداشتی مردم ماسک و کل سر و پاشون رو میپوشنن، بله اونها مؤثر هست، ولی اینکه
ماسک شما بزنید، مثلا چون تو چین میبینید، این جای شک است که چقدر موثر باشه. شما که باید مرتب این ماسک ها رو عوض بکنید و بعدم که اصلا ماسک بزنید، آیا کاملا راه ورود این ویروس رو به دهانتون بستین؟ بر همین بدبینی زیادی وجود داره. نمیخوام بگم که این ماسکایی که خیلی های تک هستن که خدمه بهداشتی میزنن موثر نیستن. بله موثر هستن، اما به اون صورتی که ما میدونیم نه. ممنونم از شما جورج لومانسوف، ویروس شناس. در تازه ترین واکنش ها به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، از حامیانش خواسته از حکومت به رهبری عبدالله عبدالله حمایت کند. عبدالرشید دوستم در این انتخابات از آقای عبدالله، رقیب انتخاباتی محمد اشرف غنی، حمایت میکرد. کمیسیون انتخابات افغانستان دیروز آقای غنی رو با کمی بیشتر از 50% آرا برنده انتخابات اعلام کرد. عبدالله عبدالله اما این نتیجه رو غیر قانونی خوانده و گفته تیم او پیروز انتخابات است و او حکومتی همه شمول یا فراگیر تشکیل خواهد داد. علی حسینی گزارش میده. شبرغان شمال افغانستان، پایگاه اصلی جنرال دوستم، قدرتمندترین رهبر ازبک ها. اینها میگویند خاموشی در برابر اعلام نتیجه انتخابات که آن را دزدی انتخابات و مغایر قانون می‌خوانند خودکشی است. رابطه آقای دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، در 5 سال گذشته از رفاقت به سمت رقابت با آقای غنی رفته. او امروز تاکید کرد با جان و دل از موضع عبدالله عبدالله حمایت می‌کند. ما البته با تمام ولایت‌ها می‌گویم سر از سبا، سر پر، پریاب، تمام ولایت های تیم ثبات همگرایی برای هم رقم همه پیروزی خود جشن میگرن. سخنرانی آقای دوستم از رسانه ها مستقیم پخش میشد که آقای غنی به او زنگ زد. ما را پیشتر با همراه دکتر صاحب اشرف غنی زنگ آمد، به خاطر او طرف رفت. مشخص نیست که در این گفتگوی تلفنی درباره چه صحبت شده. افغانستان به اسلامی جمهوری در اینجا، اما با حضور عمدتاً هواداران محمد اشرف غنی، نگرانی از جبهه‌گیری‌های انتخاباتی به خوبی مشخص است. با اشاره‌ای به مخالفت آقای عبدالله با برنده اعلام شدن آقای غنی و همچنین هشدار تشکیل دولت جداگانه، ما از همه جوانب شریک در انتخابات، تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، به حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم و با پذیرفتن نتایج انتخابات واقعا مرحله نوی را در حیات سیاسی کشور خود آغاز کنیم. دیروز زمانی که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را اعلام کرد، جنجال چند ماهی انتخابات ریاست جمهوری نه تنها تمام نشد، بلکه از مرحله‌ای به مرحله دیگر رفت. این کمیسیون بارها تاکید کرده که بر اساس قانون قدم برداشته. اونایی که در کمیسیون ها در بدر پول، حرفی که تیم ثبات و همگرایی نمیپذیرد و خلاف آن را میگوید. حالا آقای عبدالله و حامیان او از عملی شدن گزینه‌های روی میز حرف می‌زنند و هشدار می‌دهند که پیامد این گزینه‌ها بر دوش کمیسیون انتخابات و تیم آقای غنی است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. امیرالله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین‌المللی در افغانستان، از کابل با ما هست. آقای حبیبی، افغانستان داره به کدوم سمت میره؟ آیا به زودی شاهد 2 دولت در افغانستان خواهیم بود؟ با سلام به شما و بینندگان شما، من فکر نمی‌کنم که افغانستان شاهد 2 دولت باشد. به هر حال این امکان پذیر نیست، ولی آنچه که مهم است این است که یک بحران پسا انتخابات را ما داریم و اینکه این بحران چگونه مدیریت می شود جای سوال هست، هنوز نمی دانیم. آنچه که مهم است این است که آقای غنی، رئیس جمهور غنی، از اولی که وارد پروسه انتخابات شد
طرحشان این بود که در افغانستان باید دولت قوی و متمرکزی باشد و این دولت دو دسته‌ای که در دوران حکومت وحدت ملی بود نباشد، یک حکومت قوی باشد که بتواند در مذاکرات صلح با طالبان از موضع قدرت صحبت کند. و آنچه که در صحبت‌های آقای غنی ما می‌بینیم و نظر می‌رسد که آقای غنی کوتاه نمی‌آید و قصدش این نیست که طرحی که ایالات متحده آمریکا در مورد صلح دارد به شکلی پیاده شود که این نظام از هم بپاشد و ما دوباره از صفر شروع بکنیم. به نظر می‌رسد که آقای غنی بسیار جدیت دارد در اینکه این 5 سال آینده را در قدرت باشد و همچنین قانون اساسی و جمهوریت افغانستان را حفظ بکند. در این صورت من فکر می‌کنم که اگر این پروسه به پیش برود، یعنی آقای غنی در قدرت بماند و این عرض کنم که حکومت آقای غنی موفق شود و یک حکومت داشته باشیم و مخالفین عرض کنم یا رقبای سیاسی موفق نشوند که حکومت را به چالش بکشند، اصلا پروسه صلح احتمالاً با چالش جدی مواجه شود. ولی الان در حال حاضر پیش از این که اصلا راجع به پروسه صلح بتونیم صحبت بکنیم، افغانستان الان با شرایطی مواجهه که در واقع عبدالله هم مدعی هست که باید او هم دولت تشکیل بده. فکر میکنید آقای عبدالله چه میخواد؟ یه مقداری از قدرت رو میخواد او هم داشته باشه، یا اینکه نه معتقده که انتخابات رو او برده و کلا آقای غنی باید کنار بره؟ آنچه که در صحبت‌های آقای عبدالله بود این که به هر حال برنده شدن یا اعلان برندگی آقای رئیس جمهور غنی را کودتای انتخاباتی توصیف کردن. شاید منظورشان این است که آقای عبدالله و تیمش برنده هستند، ولی آنچه که مهم است این است که پروسه قانونی که از کانال عرض کنم که نهادهای انتخاباتی برایندش پیروزی آقای غنی بوده و آقای عبدالله در واقع خارج از این چارچوب قانونی اعتراض خودش را اعلان کرده. من معتقد هستم که شاید در دوره قبل در دوره انتخابات 2014 آقای جان کری بود که آمد میانجیگری کرد و آقای عبدالله و جناب رئیس جمهور غنی با هم دولت وحدت ملی را تشکیل دادن، ولی در این دوره من نمیدانم، احتمالاً باز هم نهادهای بین المللی و جامعه بین المللی به شکلی وارد شوند تا این بحران مدیریت شود. برای اینکه بسیار خطرناک است در صورتی که یک اشتباهی از یک طرفی صورت بگیرد و در جایی طرفین در حوزه نظامی به خصوص اینا درگیری صورت بگیرد، بعد احتمالاً میتواند پیامد بسیار مخربی برای افغانستان داشته باشد که امیدوار هستم به اونجا نرسد. و احتمالاً هم چهره های مثل آقای خلیلزاد و دوستان جامعه بین المللی اتحادیه اروپا هم اکنون درگیر موضوع هستن تا این مسئله مدیریت شود. آقای حبیبی وقت زیادی نداریم، یک سوال میپرسم کوتاه لطفاً جواب بدید. ما بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج رو اعلام کرد، شاهد مثلا سیل تبریک رهبران کشورهای دیگه هم با آقای غنی نبودیم. به نظر میرسه که اونها هم نگرانی هایی دارن. این چی رو نشون میده؟ شاید یکی از نگرانی هام همین باشد که اگر شاید مهمترین حداقل متحدین افغانستان، ایالات متحده آمریکا و دوستان دیگر متحدین ایالات متحده آمریکا که در افغانستان حضور دارند و عملا افغانستان و حکومت افغانستان و نظام افغانستان و روپای خودشان نگه داشتن به خاطر کمک ها و عرض کنم که همکاری که با افغانستان دارن، حتی این دولت ها هم هنوز تبریک نگفتن و به نظر می رسد که این دوستان هم نگرانی داشته باشند که اگر آنچه که جمهور غنی می گوید موفق شود و حکومت خودش را تشکیل بدهد و عرض کنم که مطمئن باشد که در قدرت باقی خواهد ماند، با طرحی که دارند که ماندن در قدرت و اگر طالبان وارد پروسه صلح می شوند هم و بیاین نظام باشد، جمهوریت باشد و اونها شریک قدرت شوند، شاید این مشکل را برای پروسه صلح ایجاد بکنه و اونها هم احتمالاً در این که تبریک بگویند و عملاً این را بپذیرند هنوز تردید دارند و قدری به نظر من که صبر پیشه کردند. ممنون از شما امین‌الله حبیبی، مشاور ارشد پیشینه نیروهای بین‌المللی. فقط 2 روز تا برگزاری 11 دوره انتخابات مجلس در ایران مانده، اما گزارش ها حاکی است که به خصوص در شهرهای بزرگ شور انتخاباتی قابل توجهی ایجاد نشده. با اینکه مسئولان مردم رو تشویق به رأی دادن میکنن، نظرسنجی ها نشان میدهد که چندان رغبتی در بین رأی دهندگان وجود ندارد.
گروهی میگویند که شرکت در انتخابات تنها روزنه موجود برای تغییر است، اما دسته دیگر میگویند صندوق‌های رأی بی‌اثر شدند. آیا تحریم انتخابات میتواند بر عملکرد حکومت تأثیر بگذارد؟ فرنوش امیرشاهی در گزارشش به این پرسش پرداخته. تبلیغاتی که چندان دلی به دست نیاورد. با وجود تشویق گسترده نهادهای تبلیغاتی و سخنان صریح آیت الله خامنه ای در ضرورت رأی دادن، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. برای بخشی از مردم هنوز زخم وعده‌های نادیده گرفته شده، سرکوب خونین اعتراض‌های دیماه 96 و آبان 98 و داغ انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه تازه است. رفتارهایی که اعتماد مردم را نشانه گرفت، باعث شد از 2 سال قبل تا امروز در اعتراض‌های خیابانی پرتداد علیه نظام و رهبران شعار دهند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی بحث بین مخالفان و موافقان انتخابات پر رونق است. گروهی میگویند انتخابات شرایطی دارد. در غیابش مشارکت کاری بیهوده و نمایشی و حتی مضر است. دسته دیگر هم معتقدند تنها نتیجه پشت کردن به صندوق بدتر شدن شرایط است و بس. این میان حامیان حکومت که قدرت و تریبون‌های تبلیغاتی در دستان آنهاست، رأی دادن را واجب شرعی و در راستای حفظ نظام می‌دانند. اما موضع احزاب اصلاح طلب خیلی صریح نبود. شورای عالی اصلاح طلبان گفت آنقدر میزان رد صلاحیت زیاد بوده که کاندیدایی برای شرکت در انتخابات باقی نگذاشت. در نتیجه لیست انتخاباتی نخواهند داد. با وجود چنین مباحثی، مسئولان نظام هیچ وقت تحریم یا عدم مشارکت در انتخابات را نپذیرفتند. معمولاً ما زیر 50% نداشتیم، بالای 50% بوده، اما شما می‌دونید بر اساس قواعد دموکراسی زیر 50% هم اشکال خاصی ایجاد نمی‌کنه، کما اینکه در کشورهای اروپایی ما شاهد این مسئله هم. در نبود نهادهای مستقل، نهادهای رسمی برگزاری انتخابات همیشه میزان مشارکت را بالا اعلام کردند. ما چون به صداقت جمهوری اسلامی مثل تمام حوادث سیاسی دیگه‌ای که ما به صداقتش اعتماد نداریم، در این مورد هم اعتمادی نداریم. نکته دوم این هست که اپوزیسیونی که تحریم میکنه انتخابات رو باید برای این مسئله چاره‌ای بیاندیشه، باید بتونه نشون بده که علارغم ادعاهایی که حکومت میکنه تحریم موفق بوده. چنین فضای ناامیدی نسبت به تغییر از راه رأی دادن در بعضی از دیگر دوره‌های انتخابات مجلس هم وجود داشته، از جمله در زمان انتخابات مجلس چهارم، وقتی استصوابی شدن نظارت شورای نگهبان راه را برای اثر راه برداشتن رقبای سیاسی هموارتر کرد. نتیجهش رد صلاحیت نیروهای چپ معروف به خط امام بود، اقدامی که صدای اعتراض‌های زیادی را بلند کرد. به زنگاه بعدی انتخابات مجلس هفتم بود، بعد از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در داخل و خارج مجلس. این انتخابات انتخابات نیست و نه مشروعیت داره نه قانونی است، ما هم درش نمیتونیم شرکت بکنیم. این تحصن در خامنه ملت کار به تحصن نمایندگان مجلس ششم و استعفای دست جمعی آنها کشید. ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمییابیم. با این تصمیم ترکیب مجلس هفتم تقریبا یک دست و نزدیک به هسته مرکزی قدرت شد، موضوعی که با رضایت آیت الله خامنه ای همراه بود. به نظر من مجلس خوب. بعدتر سایه سنگین برخورد و بازداشت گسترده معترضان به انتخابات سال 88 باعث شد بسیاری از احزاب و فعالان سیاسی اعلام کنند امیدی به این انتخابات ندارند و در آن شرکت نخواهند کرد. در کنار گروه‌های سیاسی داخل و خارج ایران که در طول سال‌های بعد از انقلاب 57 در اعتراض به عملکرد حکومت در هیچ انتخاباتی شرکت نکردند. هرچند در دوره‌هایی هم فراخوان چهره‌هایی همچون محمد خاتمی فضا را در آستانه انتخابات تغییر داد.
و این بار این شما اید که باید تکرار کنید. این بار حتی خبری از فراخوان‌های این چنینی هم نیست. ناامیدی نسبت به تغییر بخشی از مردم را از انتخابات رویگردان کرده. سوال این روزها این است که آیا هنوز صندوق رای تنها روزنه موجود برای اثرگذاری است یا تحریم نتیجه بخشتر است؟ حداقل تأثیری که میتونه تحریم انتخابات داشته باشه تأثیر اخلاقی هست. همین شهروندا در واقع با انتخاب اخلاقی که میکنن یک مسیر اخلاقی جدیدی رو برای آینده باز میکنن و در واقع تحولات تاریخی این هست که اینطور به وجود میاد که وقتی شما در مقابل واقعیتی که در جامعه هست به جای انتخاب در واقع منفعت جویانه انتخاب اخلاقی میکنید، راه باز میشه برای تغییرات بنیادین در آینده. با این حال برای بخشی از بدنه اجتماعی موضوع از این هم فراتر است. شاید همان معنای کمرنگ سالهای اخیرش را هم از دست داده باشد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این باره محمدرضا سبزعی‌پور به ما پیوسته از ایران، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای علی‌پور طرفدار مشارکت در انتخابات پیش رو هستند و همینطور از استانبول سلماز ایکتر روزنامه نگار. خانم ایکتر از طرفداران تحریم انتخابات مجلس هستند. هر دو خیلی خوش آمدید به این برنامه. خانم ایکتر، چرا به نظر شما نباید رأی داد؟ چرا باید رأی داد؟ این سال بهتریه. امسال رأی بدیم که چه اتفاقی بیفته یا چه اتفاقی نیفته. عملا طی سالهای اخیر مجلس آنچنان نهاد ناکارآمدی شده با توجه به وجود شورای نگهبان، شورای سران قوا، دخالت‌های فراقانونی که مجموعه تشخیص مصلحت نظام میتونه انجام بده، که اساساً مجلس هیچ جایگاه و کارکردی نداره. رأی دادن حق یکی از اولین حقهایی که دموکراسی به ما میده، ولی اون جایی از این حق استفاده میکنیم که استفاده کردنمون تغییری رو ایجاد بکنه. خب رأی ندیم چه اتفاقی میفته؟ با رأی ندادنمون منهای این که وارد این سازوکار نشدیم، وارد سازوکار تشکیل مجلسی که قراره فقط ویترین پارلمان باشه، ویترین مجلس باشه، وارد این سازوکار نشدیم، این سازوکار رو تاییدش نکردیم. من میدونم که تحریم انتخابات، به خصوص تحریم انتخابات مجلس توی فضای بسته رسانه‌ای که توسط جمهوری اسلامی ساخته شده، شاید اصلا دیده نشه. آمار و ارقام مشارکت به سادگی میتونه دستکاری بشه، کما اینکه امروز سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش آمار مشارکت رو حتی اعلام کردن. اما واقعیت اینجاست که میدونیم هم ما و هم مسئولین که مردم این بار وارد این سازوکار نشدن. من فکر میکنم این همین دانستن ارزش این رو داره که برای انتخابات مجلس پیش رو از حقی که دموکراسی بهمون داده استفاده نکنیم. آقای علی‌پور عملا فرمودن که از نظرشون مجلس تبدیل به یک ویترین شده و به نظر میرسه که خیلی ها هم در داخل ایران همین صحبت ها رو میکنن بعد از اتفاقاتی که در مورد مسئله بنزین افتاد و آبان ماه. شما چرا فکر میکنید که با وجود همه این بحثا باید همچنان رفت و رأی داد؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، انتخاب و رأی دادن یک حقه. هر کسی میتونه از این حقش استفاده بکنه و میتونه استفاده نکنه. هیچ گونه تحمیل یا فشاری هم روی هیچ شخصی وجود نداره که حتما بایستی از این حقش استفاده بکنه یا نکنه. ولی حاکمیت قطعا میخواد که مردم از این حقشون استفاده کنن و بیان رأی بدن. همه دوست دارن که به هر صورت، حتی نظام دوست داره که هر چه با شکوه تر این انتخابات برگزار بشه. اما اگر کسی هم در این انتخابات شرکت نکنه، کسی اسلحه بالا سرش نمیذاره که شرکت بکنه. منتهای مراتب ما در تمام انتخاباتی که از اول انقلاب تا به امروز داشتیم، همیشه این صحبت ها مطرح بوده در تبلیغاتی که به هر صورت از خارج داشتن یک سری یا در داخل، اینکه شرکت نکنیم یا رأی ندیم یا تحریم بکنیم. اما حاصلش چی بوده؟ انتخابات به خوبی برگزار شده، یه عده رفتن به هر صورت تو مجلس، یک یا رئیس جمهور شدن. و این، ولی قبول دارید که این بار جدیتر هست؟ چی جدیتر هست؟ این مسئله تحریم و صحبت‌هایی که داره مطرح میشه. نه. ببین، این چیزایی که شما از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه میکنید، ما از یه زاویه دیگه.
من نمیخوام اینجا دفاع از هیچ کسی بکنم یا خدمت شما عرض کنم که به عنوان مدافع صحبت بکنم، ولی میخوام خدمتتون به عنوان یک کسی که واقع بین هست و در داخل ایران داره زندگی میکنه، شما از اون ور دارید به قضیه نگاه میکنید، تحلیل های کسانی رو دارید استفاده میکنید که عمدتا اون طرف دنیا نشستن. نه، ولی تعداد خیلی زیادی از فعالان سیاسی در داخل ایران هم نامه های امضا کردند و از مردم خواستن که شرکت نکنند در انتخابات. اتفاقا آقای کدخدایی هم امروز گفته که اگر 50% هم شرکت کنن کافیه، تازه میشه مثل فرانسه. ما یه مشارکت داریم و یه باشکوه برگزار شدن، یه مشروعیت. همه دوست دارن که مشارکت سطحش بره بالا و باشکوه برگزار بشه انتخابات. منتهای مراتب مشروعیت دلیل بر این نیستش که اگر مثلا زیر 50% شرکت مشروعیت نداره. نه، هر چقدر شرکت بکنن انتخابات مشروعیت داره، اما چه بهتر که خیلی بیشتر شرکت بکنه که باشکوه تر بشه. منتهای مراتب شما در گزارش دارم خیلی ظریف موارد مختلف سالهای مختلف رو به همدیگه گره زدید و یه گزارش خیلی ظریفی رو پخش کردید، اما میخوام خدمتتون عرض بکنم روز جمعه شما تلویزیون رو نگاه بکنید صفحا رو مجددا خواهید دید. ما یه تهران رو داریم، یه شهرستانها رو داریم. در شهرستانها قضیه کاملا با تهران متفاوته. این نمیدونم نامه دادن و جبهه بازی و احزاب و سیاسی و مسائل این چنین تهران بیشتر. توی شهرستانها، مراکز استانها و شهرهای کوچکتر که بیشترین رأی ها هم از اونجا به هر صورت داده خواهد شد، اصلا این بحث ها مطرح نیست. شما واقعا مسائل رو به یه شکل دیگه دارید میبینید در داخل ایران. ولی در دو جمله به من بگید که چرا باید رأی دادیم بار؟ به خاطر اینه که اگر رأی ندیم هم بازیت انتخاب میشن. پس بهتر از کسانی رو که در حال حاضر تشخیص میدهیم که درست هستند و حداقل میتوانند برای ایران و ایرانی مفید باشند، اصلاح طلب و اصولگرا مطرح نیست این وسط. اصلا بحثمون این نیست که طرف اصولگرا باشه بره مجلس یا اصلاح طلب باشه، هیچ این مهم نیست. چه بسا که خیلی از اصولگراها رفتن تو مجلس کار نکردن و یا اصلاح طلبها رفتن تو مجلس اصلا به درد مردم نخوردن. ما بایستیم انتخابات رو به هر صورت حضور داشته باشیم. شخصی رو که فکر میکنیم که دروغگو نیست، دزد نیست، حافظ منافع ملیه و برای این مردم و ایران دل میسوزونه، اون رو انتخاب بکنید. در غیر این صورت شرکت هم نکنید، بالاخره افراد میرن اونجا، ولی به جاش کسانی میرن که اون وقت خواسته شما نیست، مجبوری 4 سال و اونا رو تحمل بکنید. خانم اکتر پاسخ شما رو بشنویم. اجازه بدید پاسخ خانم اکترم بشنویم. ایشون فرمودن که اگر ما شرکت کنیم انتخابات باشکوه برگزار میشه و این امر مهمیه. خب من دقیقا میگم که ما میخوایم انتخابات باشکوه برگزار نشه. آقای علیپور به شما وقت میدیم. آقای علیپور برمیگردیم به شما. اجازه بدید صحبتشون رو بکن. بفرمایید. کسانی که مدافع ایده تحریم هستن در این انتخابات اتفاقا قصدشون اینه که انتخابات با شکوه برگزار نشه. بله، من هم میدونم 4 تا حوزه انتخاباتی مثل مجلس بلال، صدا و سیما و چند حوزه دیگه توی تهران یا شهرستان ها مسلما شلوغ میشه و فرصت کافی به دوربینای صدا و سیما داده میشه که از حماسه حضور فیلم بگیرن. من هم این رو میدونم. این رو من هم میدونم که در شهرستان‌های به خصوص کوچیک‌تر اصلا شرکت در انتخابات و رأی دادن برای انتخابات مجلس ربطی به احزاب سیاسی، حتی اینکه کسی که میره دروغگو نباشه یا اینکه کار بکنه برای ایران کار بکنه نداره. اکثر شهرستان‌های کوچیک تو انتخابات رأی میدن بر اساس اقوام و قبایل و آشنایی و مسائلی از این دست. یعنی اصلا انتخابات تو شهرستان‌های کوچک انتخابات نباید مبنای قرار بگیره برای مشارکت مردم. دلیل شرکت مردم در انتخابات تو شهر کوچک یک چیز دیگه است. ولی من میخوام این رو از شما بپرسم به عنوان کسی که میگی مدعی هستید فراجناحی دارید صحبت میکنید، آیا برای انتخابات شهر تهران 30 نماینده میشه شمرد که این 30 دروغگو نباشن، برای ایران بخوان کار بکنن؟ و مثلا برای من که تا پیش از این اصلاح طلب و هوادار اصلاح طلب ها بودم، اصلاح طلب هم باشن. آنچنان من اصلا ایده تحریم به کنار که پیش از رد صلاحیت های گسترده این دور از مجلس هم
معتقد بودن یک جمعی از فعالان سیاسی نباید در این انتخابات شرکت کرد، ولی اون به کنار، حتی اگر بخوان شرکت کنند، آیا نمایندهی برای یک طیف از جریان‌های سیاسی ایران باقی مونده که بخوان شرکت کنند؟ آیا علی‌پور بفهم. بله ببینید، هست. به هر صورت میشه افرادی رو نام برد، همه آدمای بد نیستن، آدمای خوب هم داریم. منتهی مراتب نمیشه من از اینجا اسم افرادی رو بیارم که تبلیغ انتخاباتی برای اشخاص بکنم. پس من معذورم از آوردن اسم اشخاص، اما نه ایشون شما نخواستن اسم ببرید، شما گفتید کسایی انتخاب بکنیم که دزد نیستن و از بین این از اکثر این افراد ناشناختن، کمتر شناخته شدن، حتی کسانی که شورای نگهبان تعیین شدن. افراد شناخته شده هم داریم. ما افراد شناخته شده خیلی ها رو فرستادیم داخل مجلس. چی شد در دوره گذشته؟ دوره گذشته مجلس از رأس امور اومد به ته امور. همونایی که شناخته شده بودن رفتن داخل مجلس. چه تضمینی وجود داره که این بار دوباره به ته امور نره؟ ما آقای لاریجانی شناخته شده بود، لیست امید که شناخته شده بود، همه اینها که با شکوه خیلی به مردم اومدن و انتخاب شدن، چی شد مجلس به اونجا کشید؟ پس هیچ دلیلی نداریم که اگر خیلی خیلی کسان بیان و مردم براشون صف وایستن و بگن اینها خیلی خوب هستن و نتیجه کارکن باشن و آدمی که 20,000 تا رأی بیاره در شهرستانی نماینده با نفوذ و کارکن نباشه. پس در نتیجه داریم افرادی که میتوانند خوب باشن، میتوانند سالم باشن، اما متاسفانه نمیتونم اسم بیارم. ولی میخوام خدمتتون بگم شمایی که اون طرف نشستید و افرادی که خواهان تحریم ایران هستن، افرادی که خواهان تحریم انتخابات هستن، یه چیزی بیشتر دلشون نمیخواد، اونم به هم ریختن ایرانه. الان شما دارید از اون طرف میگید ما دلمون میخواد که باشکوه برگزار نشه. خب مشخص خواسته شما فقط به هم خوردن ایرانه و اینکه امنیت ایران به هم بخوره. شما اون طرف بگید بله بدید نتونستن و مزیت رو ما نمیتونیم. ما اینجا داریم زندگی میکنیم، زندگی مردم به امنیتشون بسته است، زندگی مردم به همین آرامشی که فعلا در ایران وجود داره بسته است. پس خواهش میکنم که برای مردم نسخه غلط نپیچید. اجازه بدید مردم خودشون عقل دارن، شعور دارن و با شعور خودشون برن انتخاب. هر کس نمیره خب احترام میذاریم به شعورش و نباید بره انتخاب بکنه چون نمیخواد. کسی هم که میره پس دلیل بر نیست که آدم دور از جون شما بدی باشه. آیا شما به دنبال برهم ریختن ایران هستین؟ خودشون گفتن. گفتن ما جلو باشون برگزار نشه. اصلا به هم بخوره. ایشون وقتی که موافقه به نرفتن و تحریم انتخاباتن یا اجازه بدیم جوابشون رو بشه. بفرمایید. من اگر امروز اینجا هستم و اگر دارم با بی بی سی فارسی صحبت میکنم، فقط سعی میکنم صدای بخشی از محذوفان ایران باشم، صدای زنان و مردانی باشم که از زندانها بیانیه مینویسن و خواستار میشن که توی این انتخابات شرکت نکنید، صدای فعالین اجتماعی و سیاسی هستم که پرشمار طی روزهای اخیر بیانیه نوشتن و درخواست کردن که در ایران شرکت نشه. من نسخه نمیپیچم، من فقط سعی میکنم که از تریبون بی بی سی فارسی استفاده بکنم برای اینکه صدای بخشی از محذوفان جامعه رو که اتفاقا همون نظامی که شرکت در انتخابات شرکت باشکوه مردم در انتخابات حسبشون کرده رو من سعی بکنم با صدای رساتری تکرار بکنم. من خدمتتون عرض بکنم که فقط شما صدای اون افرادی رو که میفرمایید رو رسوندید. کسانی هم در زندان گفتن شرکت نکنید. آیا با شرکت نکردن مردم در انتخابات در زندان ها باز میشه اونها میان بیرون؟ آیا با شرکت نکردن در انتخابات باز میشه اونها میان بیرون؟ نه شما میگید اینجا شده تریبون افرادی که اون طرف برسوره در زندان هستن. من میخوام ببینم اگر کسی در انتخابات شرکت نکنه که نسخه که شما میگید چی؟ نسخه‌ای که شما دارید میپیچید، آیا با نسخه‌ای که میپیچید اون افرادی که در زندان هستند، که من هم به هر صورت افرادی رو میدونم که بیگناه شاید در زندان باشن، ولی آیا با این وضعیت میان بیرون؟ یا اگر شما نسخه نپیچید مردم مجلس خالی میمونه؟ 200 نفر تا 300 نفر نمیان. بذارید خانم ایکرم جواب رو بدن. درهای زندان ها باز شد، یاده بیشتری به زندان رفتن. شما فرمودید که توی انتخابات گذشته لیست مشهوری رو ما فرستادیم به مجلس و مجلس از صدر امور به ذیل امور آوردن. خطاتون دقیقاً همینجاست. اون لیستی که توی تهران مشخصاً توی انتخابات مردم بهش رأی دادن لیست افراد مشهور نبود. افراد مشهور توی اون انتخابات هم رد صلاحیت شده بودن. اما مردمی که توی انتخابات شرکت بودن، آقای لاریجانی نماینده تهران بودن،
آقای لاریجانی نماینده اصلاح طلبان نبود، نماینده اصولگرایان بود، اومد شد نماینده مجلس. خانم محترم، آقای لاریجانی نه، ولی تمام کسانی که بودن، آقای روحانی خودش به عنوان کسی که یک جوری به اصلاح طلبها چسبیده بود اومد داخل قضیه در برابر آقای رئیسی و در برابر آقای قالیباف ایشون انتخاب شد که مبادا آقای رئیسی بیاد وسط خیابونها رو دیوار بکشه که زن و مرد رو جدا بکنه و اقتصاد ایران ونزوئلایی نشه که مردم رأی دادن ترسوندن مردم رو و آقای روحانی اومد که دیدیم نتیجهش چه شد؟ متاسفانه برعکس شد. لیستی بود که اصلاح طلب ها دادن و آقای روحانی ازش دفاع کرد و دیگران دفاع کردن. شورای شهری که آقای اجازه بدید 30 ثانیه. آقای علیپور خیلی کوتاه 30 ثانیه هر کدوم از دوستان وقت دارن که جمع بکنیم بحث. خانم یکتر شما بفرمایید. شرکت کردن در انتخابات حق منه، همونقدر که شرکت نکردنش حق منه. من ایران نیستم، نمیتونم تو انتخابات مجلس شرکت بکنم. راجع به این انتخابات هم من نسخه ای نمیپیچم. من فقط دلم میخواد فراموش نکنیم اتفاقاتی رو که آبان ماه افتاد و دولت و مجلس از کنارش گذشتن. نمیتونم فراموش بکنم سقوط هواپیما رو و واکنش هایی که در پیش داشت. همین دوتا اتفاقی که طی 4 ماه گذشته افتاده و واکنشی که مجلس مجلسی که قرار بود رأس امور باشه به این دو موضوع نشون داد، کافیه که ثابت بکنه مجلس ویترینی بیش نیست، شرکت کردن در انتخاباتش نتیجه ای نداره. خدمت شما عرض کنم که اولا شما میتونید در ترکیه هم تشریف ببرید توی کنسولگری یا سفارتخونه رأیتون رو بدید. این از بابت رأی نگران نباشید. اگر شما میخواهید رأی بدید حتما میتونید. اگه نمیخواهید بدید پس این رو نندازید گردنی که چون تو ترکیه هستید. نه فکر نمیکنم در برای انتخابات مجلس نمیشه رأی داد. آقای علیپور از فرصتتون استفاده کنید سریع نکتهتون رو بگید. حالا خدمت شما عرض بکنم که اینی که بیایم رو احساسات مردم صحبت بکنیم، از سقوط هواپیما یاری بگیریم، از این طرف از نمیدونم آبان ما از بنزین که مردم نرید، همینجور که ایشون گفتن انتخابات یه حقه، حقی است که هر کس میتونه ازش استفاده بکنه یا استفاده نکنه. ما هم اینجا بر همین قضیه پافشاری میکنیم که مردم از حقتون تا اونجایی که میتوانید به نحو احسن استفاده بکنید. اگر هم نمیخواد کسی از حقش استفاده بکنه هیچ اجباری نیست، ولی سعی بکنید در سرنوشت خودتون شرکت بکنید و کسانی رو انتخاب بکنید که فردا حداقل وقتی میخواید 4 سال ببینید قیافشون رو، نگید که من این رو انتخاب نکردم، ببین اگر رفته بودم شاید فلانی میومد فلانی نمیومد. ممنونم از شما. ببخشید از هر دوی شما معذرت میخوام، وقط بیشتری نداشتیم که بهتون بدیم. قطعا بعدتر میتونیم صحبت کنیم بیشتر راجع به این مارزا محمد نگاه بکنید میبینید که انتخابات چقدر باشه. ممنونم مارزا علیپور تحلیلگر مسائل سیاسی و شما زیگتر روزنامه. اعتراض‌های آبان 98 خیلی زود به یکی از بزرگترین بحران‌های حاکمیت در ایران در سال‌های اخیر تبدیل شد. این اعتراض‌ها با افزایش قیمت بنزین آغاز شد که بلافاصله انتقاد نماینده‌های مجلس رو در پی داشت، اما با دخالت آیت‌الله خامنه‌ای نمایندگان از هر اقدامی باز ماندند. فرین آسمی نگاهی کرده به واکنش نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی به این اعتراض‌ها. اعتراض‌های اواخر آبان 98، جرقه آن با گرانی بنزین در ایران زده شد و با نارضایتی از حکومت ادامه یافت. به سرعت به یکی از بحران‌های بزرگ سال‌های اخیر حکومت ایران تبدیل شد. با قطع اینترنت و در بی‌خبری جامعه جهانی به شدت سرکوب شد. تیر زدن. من گفتم مشقیه. یا آنطور که مقام‌های امنیتی و حکومتی ایران گفتند در کمتر از 72 ساعت جمع شد. با شلیک مستقیم ماموران امنیتی بیشترین تعداد معترضان در سالهای اخیر کشته شدند. حکومت ایران هنوز درباره تعداد کشته ها آماری نداده. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در وزارت کشور ایران اعلام کرده 1500 نفر کشته شدند. افزایش قیمت بنزین در نیمه شب 23 آبان اعلام شد با تصمیم شورای سران 3 قوه. بعضی از نمایندگان مجلس گلایه کردند که چرا چنین تصمیمی به آنها اطلاع داده نشده. افزایش قیمت بنزین حتی اگر توجیه اقتصادی داشته باشد به هیچ وجه توجیه اجتماعی ندارد. نمایندگان مجلس نه از اصل موضوع اطلاعی داشتند و از جزئیات طرح هم مطلع نبودند. نمایندگان وعده دادند بنزین را به قیمت قبل برمیگردانند، اما آیت الله خامنه ای 26 آبان در سخنرانیش از تصمیم افزایش قیمت بنزین دفاع کرد. خب من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم.
کمیسیون اقتصادی. آن زمان بود که اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت با توجه به تایید رهبر ایران افزایش قیمت بنزین لازم الاجراست. با این حال محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان از نقش نداشتن مجلس در مورد تصمیم افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و بعد هم استعفا کرد، اما سرانجام در سمت خود باقی ماند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت نمایندگان بعد از شنیدن سخنان آیت الله خامنه ای در حمایت از افزایش قیمت بنزین تبعیت از او را لازم دانستند. سه هفته بعد از افزایش قیمت بنزین، نشریه اینترنتی وبسایت آیت الله خامنه ای فاش کرد که او دو روز بعد از افزایش قیمت بنزین پیامی محرمانه به نمایندگان مجلس فرستاده و به آنها هشدار داده بود که نمایندگان نباید با تصمیم شورای عالی امنیت ملی مخالفت کنند. به این ترتیب نمایندگان بعد از هشدار آیت الله خامنه ای حرفشان را پس گرفتند. این نخستین بار نبود که آیت الله خامنه ای به مجلس حکم حکومتی یا حکم محرمانه میداد. مثلا 19 سال پیش مانع از تغییر قانون مطبوعات در مجلسی شد که اصلاح طلبان در آن اکثریت را داشتند. 7 سال پیش هم آیت الله خامنه ای نگذاشت محمود احمدی نژاد را برای پرسش به مجلس بکشانند. متاسفانه این سنت با در دوره آقای خمینی شروع شد و در واقع آقای خامنه‌ای برخلاف میلش مجبور بود به نظر آقای خمینی گوش بده. فکر می‌کنم اون سنت اونجا گذاشته شد که منتها در دوره آقای خامنه‌ای این امر خیلی بیشتر به کرات به ویژه در سال‌های اخیر تعداد این درخواست‌ها بیشتر و بیشتر شده بود. شده است که متأسفانه چنین شرایطی اساسا مجلس رو بی‌معنا میکنه و آنچه که ما از صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای هم متوجه میشیم اساسا صرفا مجلس رو به عنوان یک تزیین که بله در ایران هم دموکراسی هست لازم دارن. در اعتراض آبان اگرچه نمایندگان دستور آیت الله خامنه ای برای قبول افزایش قیمت بنزین را پذیرفتند، اما سرکوب گسترده واکنش بعضی از نمایندگان را به دنبال داشت. از آن جمله حرفهای غلامرضا حیدری نماینده تهران خطاب به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در یک جلسه غیرعلنی مجلس. حالا آقای نوبخت، حضرت عباسی شما خوابتون میبره؟ اینو خواهش میکنم با آقای روحانی منتقل بکنید. خونهای ریخته شده گردن کیه؟ پروانه سلحشوری نماینده تهران هم در آخرین نطق پیش از دستورش از ساختار حکومت انتقاد شدید کرد. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها، قدرت نمایی نهادهای موازی در همه احوالات اداری کشور، از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و اخیراً سگانه سران قوا. کشته شدن صدها نفر گرچه انتقاد بعضی از نمایندگان را در پی داشت، اما عملاً از سطح انتقاد فراتر نرفت. در آستانه انتخابات مجلس با رد صلاحیت‌های گسترده به نظر می‌رسد همان چند صدای اعتراض‌آمیز هم در مجلس بعدی تنین نیندازد. فرین آزمی، بی بی سی. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF از روز یکشنبه این هفته در پاریس جلسه تشکیل داده که تا روز جمعه ادامه داره. نشستی که انتظار میره در اون ایران رو بعد از 4 سال رسماً به اونچه لیست سیاه این سازمان معروف شده برگردونه، چرا که با وجود تلاش‌های دولت حسن روحانی ایران هنوز به 2 کنوانسیون بین‌المللی نپیوسته. مشکل این 2 کنوانسیون چیست و رفتن در لیست سیاه FATF چه عواقبی دارد؟ بهرنگ تاجدین گزارش. پولشویی از نگاه سازمان ملل متحد، معضلی چند صد میلیارد دلاری که از نظر این سازمان چرخه‌ای از جرم و جنایت بین المللی پدید می‌آورد. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF هم 30 سال پیش برای مبارزه با همین موضوع ایجاد شد. FATF مجموعه ای از 38 یا 39 کشور عمدتاً ثروتمنده که برای همه دنیا مقررات می‌گذارند. نهادی که گروه 7 سال 1989 به دلیل نگرانی آمریکا از استفاده کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین از نظام بانکی بین‌المللی برای پولشویی ایجاد کرد، ولی از اون موقع رشد کرده و مسئولیت‌های بیشتری رو به عهده گرفته.
یکی از این مسئولیت‌های جدید FATF اعلام کشورهایی است که قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی را ندارند. فهرستی که در بیانیه‌های عمومی این نهاد منتشر می‌شود و به لیست سیاه FATF معروف است. پس از توافق هسته‌ای، ایران که چند سالی بود وارد لیست سیاه FATF شده بود، موقتاً از آن خارج شد، ولی حالا در آستانه بازگشت کامل به این فهرست است. FATF در مخمصه قرار گرفته، چون سال 2016 در یک تصمیم سیاسی ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کرد. این نهادیه که باید تصمیم‌های فنی بگیره، نه سیاسی. حالا که ایران خواسته های FATF رو برآورده نکرده، باید به لیست سیاه برگرده. مشکل FATF اینه که خیلی از کشورهای دنیا به چشم یک نوع نهاد استعمار نوین میبیننش. به جز FATF، مؤسسه حکمرانی بازل هم سالانه شاخصی درباره خطر پولشویی در نظام بانکی کشورهای مختلف منتشر میکند. در تازه ترین فهرست این مؤسسه، موزامبیک خطرناکترین است، افغانستان چهارمین کشور خطرناک و جای ایران خالی است. گرتا فنر مدیر مؤسسه است که این شاخص را تهیه می کند. آیا پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران مثلا از افغانستان راحت تره؟ دلیل نبودن ایران در فهرست ما نبود اطلاعات کافیه. نمیتونم درباره تک تک کشورها نظر بدم و مثلا بگم عربستان از ایران بهتره یا بدتر. امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر کشوری وجود داره. کشورهایی مثل استونی و دانمارک رو ببینین که در شاخص بازل به عنوان کم ریسک دسته‌بندی شدن و در لیست سیاه FATF هم نیستن. این کشورها باز هم رسوایی‌های پولشویی بزرگی داشتن. FATF دو خواسته مهم از ایران دارد. یکی عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو، دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. بیش از یک سال است که دو لایحه پیوستن به این کنوانسیون ها پس از تصویب پرجار و جنجالشان در مجلس و رد شدن در شورای نگهبان منتظر اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. نمیشه ما یک قانون و مقرراتی که دولت اون رو تصویب کرده به عنوان لایحه داده مجلس، مجلس اون رو تصویب کرده به عنوان نماینده ملت، این بین زمین و آسمان بمونه. رهبری که به صراحت میگه که من با لوایح دولت مشکلی ندارم. ما نباید بگذاریم ترامپ موفق بشه، ما نباید بگذاریم تروریست های کاخ سفید موفق بشن. اینا دارن رابطه ایران را با بانک های جهان ترور میکنن. ولی اصولگرایان منتقد دولت معتقدند در صورت پیوستن به این کنوانسیون ها ایران امکان حمایت از متحدان منطقه ایش از جمله حزب الله لبنان را از دست می‌دهد، هم این گروه و هم هر نهاد دیگری را که آمریکا تروریستی بداند. FATF دو تا مشکل داره، دو تا آسیب و ضربه به منافع ملت ایران میزنه. یکی به لحاظ اقتصادی کشور رو قفل میکنه، همین روزنه‌ای در دور زدن تحریم‌ها دارید، وقتی که شما اطلاعات بدید حتما اینا بسته خواهد شد. این یک مشکلشه. مشکل دوم مشکل امنیتی داره. یعنی دو تا چهار تاست. یعنی شما اگر CFT رو بپذیرید بایستی بودجه سپاه قدس، بودجه سپاه پاسداران، بودجه وزارت دفاع، بودجه وزارت اطلاعات، بودجه وزارت ارشاد همه رو قطع کنید. البته دوستان ایران از جمله سوریه هم عضو این کنوانسیون ها هستند. 188 کشور دنیا این دو کنوانسیون رو به اجرا گذاشتن. پس میشه حد زد عواقب پیوستن بهشون احتمالاً اونقدرها هم فاجعه بار نیست. اینجوری نیست که با پیوستن به یک کنوانسیون یه دفعه یه سیم وصل کنن به سیستم کامپیوتریتون و همه به اطلاعات مالیتون دسترسی پیدا کنن. باید بگه یه مواد مخدری ما یه رد پایی داریم که معامله شده، ما رد پایی داریم که یه پول مربوط به ارتشاء مبادله شده، اون رو بعد از ما بخواد بگه اطلاعاتو بده، اصلا حق نداده کلی بخواد. باید یه دلائل و قرائنی بده که یه معامله مشکوک به این دلیل، اون وقت از FIU از واحد اطلاعات مالی ما بخواد که اطلاعات بده. پس از فرمان دونالد ترامپ برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، دسترسی ایران به سیستم بانکی غرب از قبل هم محدودتر شد و بانک‌های کشورهای نظیر چین جای آن را گرفتند.
سوال این است که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF چه تأثیر روی اقتصادش می‌گذارد؟ معمولا شما هزینه صادرات و واردات رو از حساب بانکیتون نمیپردازید، بلکه از یک بانک خط اعتباری میگیرید. اینجور تراکنش ها از این به بعد به دقت بررسی میشن و معاملات بین المللی اگر غیر ممکن نشن حداقل به میزان قابل توجهی به تاخیر میفتن. بله الان بانک حتی روسیه هم به ما توجه داده، چین هم به ما توجه داده که اگر رفتید تو لیست سیاه ما مشکل خواهیم داشت. اتفاقا الان روسیه خیلی نیاز داره با ایران رابطه داشته باشه. به چه دلیلی؟ چون هم ما تحریمم، روسیه تحریمه. مشکلات مرتفع میشه. برای بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، بحث لوایح FATF تنها مسئله حقوقی یا اقتصادی نیست. ما باید با این نوع تحریم ها و با این نوع محدودسازی ها مبارزه بکنیم، نه اینکه از اونها تبعیت بکنیم و در اون جهت حرکت کنیم. خیلی ها در ایران فکر میکنن که کنوانسیون های بین المللی به یک شکل برای همه کشورها اجرا نمیشه و یک استاندارد دوگانه وجود داره. آیا کشورها به کنوانسیون هایی که امضاشون کردن عمل میکنن؟ معمولا نه. راستش رو بخواین، اگه من توی تهران نشسته بودم میگفتم بیایید امضاشون کنیم و به همین سیستم فعلی ادامه بدیم. فوقش چی میشه؟ احتمالاً هیچی. مسئله برای تندروها پیام این کاره. اینکه به نظر نیاد که اونا دارن به دستور آمریکا برای پیوستن به دو کنوانسیون عمل میکنن. قصه ای که در ظاهر از پولهای کثیف و مجرمان بین المللی شروع شده بود، در نهایت به سیاست ختم شد. به سوال قدیمی سازش یا سرکشی، همراهی یا برخورد. تصمیم‌های بعدی ایران و FATF در این داستان حتی اگر اقتصادی یا حقوقی باشند، پیام سیاسی دارند. بهرنگ تاجدین، BBC. ممنون از همراهیتون با این 60 دقیقه و ممنون که BBC فارسی رو انتخاب کردید.